اینجا بخش عاجل بیمارستان امرجنسی کابل هست. کسانی که در حملات حراس افگنانه و یا جنگی زخم برمی‌دارند به اینجا می‌آیند. ما امروز به این بیمارستان آمده ایم تا جویای احوال ابوذر 2 ساله شویم که وضعیت صحیش از چی قرار است. عجله زیادی برای رسیدن به اتاق ابوذر داشتم. دکتران حرفای وحشتناکی می‌زدند. وضعیت این کودک در نخستین شب حادثه که به اینجا منتقل گردید وخیم بود. و حالا باید برای عیادت ابوذر کوچک لباس‌های خاص بپوشم. و اینجا انتظاری که بهبود این کودک 2 ساله را در پی داشت. ابوذر وضعیت صحی قناعت بخشی دارد. به شکل معجزه‌آسا صحتش خوب است و علائم حیاتی بدنش فعال. پرستاران و دکتران میگویند او امروز به هوش آمده است و در نخستین حرف‌ها مادرش را صدا زده و آب خواسته است. ابوذر. ابوذر جان. ابوذر بگی جوس بخور. ابوذر. گپ میزد. مادر میگفت. مادر میگفت. و چیز. هدایت الله جراح ابوذر است. او میگوید این حادثه بدترین و تکان دهنده ترین اتفاق برای همه دکتران در طول تاریخ کارشان بوده است. دکتران در زمان جراحی ابوذر 2 ساله اشک میریختند و جراحت های عمیقش را درمان میکردند. دکتر این عمل را وحشیانه میداند. اما تاریخچه طبی شخصی خودم که تجربه کاری من زخمی زیادی را دیدم، چون از مدت های مدید من قسمت جراحی جنگ کار میکنم، ولی به اندازه ابوذر مریضی را که احساس رقت انسانی را بیدار می‌سازه، من و این اندازه مریض وخیم را ندیده بودم و این را تصور کرده نمیتونیم که چطور یک آدم از فاصله نزدیک به سر یک طفل شلیک میکنه. او هم طفل 3 ساله. دکتران ابوذر میگویند وقتی به بیمارستان آمد 5 زخم عمیق در بدنش بود و طالبان تفنگ را بر سر ابوذر مانده شلیک کردند. ابوذر وقتی که به شفاخانه انتقال داده شد در وضعیت نهایت وخیم بود و جراحات متعدد در وجهش بود، در قسمت راس بود، در ناحیه صدر بود و در همچنان در قسمت اطراف سفلیش بود که باعث کسر استخوان جمجمه، کسر استخوان وجه و همچنان کسر ناحیه فخذ شده بود. زخمای عمیق بر سر و صورت و دست و پای این کودک که در سر باعث شکستگی جمجمه اش شده است. ایستادن در پهلوی بستر پر اندوه ابوذر توان میخواست. توانی که هر بار از دکتران و از من زدوده میشد. دکتران بیمارستان امرجنسی کابل تانستند ابوذر 2 ساله را از مرگ نجات بدهند. وضعیت صحی ابوذر حالا بهبود یافته و ابوذر امروز با دکتران امرجنسی سخن زده و همچنان کم آب نوشیده. فعلا ابوذر استراحت هست و دکتران اطمینان میتن که وضعیت صحیش انشالله بیشتر بهبود خواهد یافت. فرهناز فروتن، بیمارستان امرجنسی کابل، آریانا نیوز.